سرخط مهمترین ها. تعامل تازه کابل و اشقاباد. دهلیز هوایی افغانستان و چین نیز بازگشایی شد. ما امروز به این قادر شدیم الحمدلله جلغوزه خود را به یکی از جمله همسایه های افغانستان. سخنرانی تازه امیر امارت اسلامی افغانستان. گزارش ها می رساند که امیر امارت اسلامی دیروز در قندهار در میان مردم سخنرانی کرده است. مشت شیخ صاحب کلرالی یعنی شیخ صاحب داش خپل زمان خپل کورنی خلق ور سره و هیڅ چا یعنی جن ملګری مخصوص ملګری ور سره و یعنی دی په دوه شخصي مشران کرالی. روایت پاکستان از تهدید داعش. سفیر پاکستان در کابل میگوید داعش نه تنها برای افغانستان بل برای جهان یک تهدید است. و ثبت بیش از 40,000 مورد تازه ویروس کرونا در روسیه. سلام و وقت بخیر. به مهمترین ها از یک با من ادریس فاروقی خوش آمدید. معاون دوم رئیس وزیران سفر وزیر خارجه ترکمنستان به افغانستان را سرآغاز فصل همکاری های افغانستان به منطقه می داند. همزمان با این ترکمنستان از سرپرست وزارت خارجه افغانستان دعوت کرده که به این کشور سفر کند. امیرخان متقی در نشست خبری با همتای ترکمنستانیش می گوید که سفر دو روزه هیئت بلندپایه ترکمنستان بر رهبری وزیر خارجه این کشور به افغانستان پر دستاورد بود و در ادامه دیدارها روی گسترش همکاری ها توافق شد. با گفته امیرخان متقی نهادهای امنیتی افغانستان به وزیر خارجه ترکمنستان اطمینان دادند که امنیت پروژه تاپی در خاک افغانستان به گونه کامل تامین خواهد شد. همزمان با این خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده که مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع نیز در دیدار با وزیر خارجه ترکمنستان از تامین امنیت پروژه های مشترک افغانستان و ترکمنستان اطمینان داده است. جواد تیموری با جزئیات بیشتر. پایان سفر دو روزه هیئت بلند رتبه ترکمنستانی به افغانستان، سفری که به گفته معاون دوم رئیس وزیران فصل نوی از همکاری های افغانستان با منطقه رقم خورد. عملی ساختن بعض تعهداتی که در مبین هر دو طرف است، از آن جمله عملی ساختن پروژه تاپی و عملی ساختن پروژه تاپ و همچنان عملی ساختن خط ریل از طریق ترکمنستان با آسیای جنوبی، این اهداف اساسی مذاکرات طرفین را تشکیل میداد و انشالله به این تعهد صورت گرفت که دو هفته بعد در هرات یک مجلس صورت بگیرد. در پایان این سفر سرپرست وزارت خارجه افغانستان با همتای ترکمنستانیش در یک نشست خبری حضور یافت. همچنان رشید مرادوف وزیر خارجه ترکمنستان از همتای افغانش خواسته که به ترکمنستان سفر کند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان در این نشست سفر دو روزه همتای ترکمنستانیش را به افغانستان پر دستاورد خوانده میگوید که در نشست های گوناگون روی توسعه همکاری های اقتصادی میان دو کشور توافق شد. کوشش کیږي چې له ترکمنستان د هغو موادو پر زیاتو را صادر راوړلو کې چې هغه دلته په نرخو باندې اثر کوي لکه تیل او ګاز، په دې کې به هم پرمختګ کیږي په تجارتي برخه کې، همدارنګه د تجارانو په تګ راتګ کې، د سهولتونو او د ویزو په برخه کې به کوشش کیږي. با این حال هیئت ترکمنستانی با مقام های ارشد امنیتی افغانستان هم دیدار کرده و در مورد امنیت پروژه تاپی گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی باختر گزارش داده که سرپرست وزارت دفاع افغانستان در این دیدار گفته که متعهد به تامین امنیت پروژه های مشترک میان دو کشور است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان هم میگوید که هیچ تهدید در مرزهای مشترک دو کشور در حال حاضر وجود ندارد. دغه امنیتی ارګانونو لوري ډاډ ورک اسوسی ک دلته لوی پروژې لکه ټاپی غونډه عمل کیږي، دغه امنیت ته خاصه توجه کیږي او هیڅ مشکل بنوي په دې برخه کې. هم الحمدلله ډیر ښه پرمختګ وشو. افغانستان و ترکمنستان 945 کیلومتر مرز مشترک دارند و بخش بزرگ از کالاهای بازرگانی از ترکمنستان وارد افغانستان می شود.
در حال حاضر افغانستان و ترکمنستان روی پروژه بزرگ تاپی کار می کنند. پروژه‌ای که یکی از محورهای مهم سفر پسین وزیر خارجه ترکمنستان به کابل بود. با تطبیق پروژه تاپی گاز ترکمنستان از خاک افغانستان به پاکستان و هندوستان انتقال خواهد شد. رهبر امارت اسلامی افغانستان در قندهار در انظار عمومی ظاهر شده و به مردم سخنرانی کرده است. بر بنیاد گزارش ها ملا حبت الله آخوندزاده شامگاه روز گذشته در مدرسه حکیمیه قندهار در میان مردم سخنرانی کرده است. یک نوار صوتی منصوب به رهبر امارت اسلامی از این سخنرانی در شبکه‌های اجتماعی نشر شده، اما به گونه رسمی تایید نشده است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس وزیران میگوید که ملا حبت الله آخوندزاده در افغانستان است و دیدارهای پیوسته مردمی دارد. با گفته آقای حنفی، رهبر امارت اسلامی چالش های مردم را از نزدیک بررسی می کند تا به چالش ها رسیدگی شود. مش بده امام رسید شیخ سامر گیری مرز جلال آباد سر رالو الحمدلله امیر مومنین چې ژوندې دي د قرآن پر خپل مجلس سره وکي تراغلی وز مر سره د ټول طالبانو سره ولیدل دعاګانې او سره کړل طالبانو سره دعوی وغوښته ده ټول افغانانو ته مو پیغام دادی چې د محترم حضرت شیخ صاحب امیرالمؤمنین وجود او ژوند الحمدلله یقیني دی. تقریبا په سلها و طالبان ولیدی په مدرسه کې د هغه خبرې نشر شوې. موږ ته چې شیخ صاحب کله رالی یعنی شیخ صاحب داس خپل زمن خپل کورنۍ خلک ورسره وه، په هیڅ چا یعنی ځینې ملګري مخصوص ملګري ورسره وه، یعنی دی په دوو شخصي مشرانو کې رالی. امیرالمؤمنین شیخ حبت الله اخوندزاده حفظه الله امیر امارت اسلامی است و در داخل افغانستان موجود است. هر لحظه ای حق از او است که باید به هر فرد از افغان اونا ببینند، با هم تفاهم بکنند و عرض و مشکلات مردم را بشنوند. امارت اسلامی دهلیز هوایی میان افغانستان و چین را پس از توقف چند ماهه بازگشایی کرد. معاون دوم رئیس وزیران در هنگام بازگشایی دهلیز هوایی افغانستان و چین میگوید که در نخستین اقدام به هزینه بیش از $1 میلیارد جلغوزه افغانستان به چین انتقال می شود. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم خوشبینی می کند که با آغاز دوباره فعالیت دهلیز هوایی افغانستان و چین از قاچاق جلغوزه افغانستان جلوگیری شود. بشیر احمد شیرزاد گزارش می دهد. پس از 5 ماه توقف، دهلیز هوایی افغانستان چین در یک مراسم ویژه بازگشایی شد. معاون دوم رئیس وزیران امارت اسلامی میگوید در نخستین اقدام جلغوزه افغانستان به چین صادر می شود. تخمیناً بیشتر از $1 میلیارد قیمت جلغوزه افغانستان است. انشالله برای همه ملت افغانستان یک خبر خوش و یک خبر نیک است انشالله. سرپرست وزارت صنعت هم میگوید در سال روان تولید جلغوزه نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیر داشته است. دیگه سال ما 10,000 تن می داشتیم. این سال الحمدلله تولیدات ما به 45,000 رسیده که ما خیلی خوشبخت هستیم الحمدلله، و بیش از $1 میلیارد الحمدلله یک ریوینیوی است که به بانک های ما شما انشالله میاد و ما به این امیدوار هستیم انشالله. در این میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان انتظار دارد تا با فعالیت دوباره دهلیز هوایی افغانستان چین جلو قاچاق جلغوزه افغانستان گرفته شود. بازرگانان همچنان از امارت اسلامی انتظار دارند تا نگذارد جلغوزه افغانستان قاچاق شود. در وزارت مالیه محترم تخم خواهش دی چې د جلغوزو د قاچاق مخه چې به قانوني ډول زی دوغو د مخنیوي په برخه کې زموږ سره پر همکاري وکړي. امارت اسلامی هم به بازرگانان اطمینان میدهد که جلوه قاچاق جلغوزه افغانستان به گونه جدی گرفته می شود. اسلامی امارت مصمم دست قاچاق جدی مخه نیسی او دی پروسس طریقه هم ستا پلوه پکتیا که هم پنور جونه که هم انشالله زمینه ورته مساعده گی. پیش از این جلغوزه، زعفران، هنگ و میوه های تازه افغانستان از طریق دهلیز های هوایی به کشورهای منطقه به ویژه چین، هند، امارات متحده عربی صادر می شد. حالا امارت اسلامی تلاش دارد تا دوباره دهلیزهای هوایی افغانستان با منطقه بازگشایی شود.
سفیر پاکستان در کابل میگوید که داعش نه تنها یک خطر جدی برای صلح و ثبات در افغانستان است، بلکه یک تهدید جدی برای صلح و ثبات در منطقه و جهان است. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در یک گفتگوی ویژه به تلویزیون یک میگوید که حالا یک فرصت تاریخی برای پایان بیش از 14 جنگ در افغانستان به وجود آمده است. او اما هشدار می‌دهد که اگر مردم افغانستان نتوانند از فرصت کنونی استفاده کنند و بر یک نظام سیاسی همشمول به توافق نرسند، خطر جنگ داخلی در افغانستان وجود دارد. هادی سحر با جزئیات بیشتر. 2 ماه پس از فروپاشی دولت در افغانستان، سفیر پاکستان در کابل میگوید که هیچ پیوند میان فروپاشی دولت و سفر رهبران سیاسی افغانستان در 15 اگوست به پاکستان وجود ندارد. منصور احمد خان سفیر پاکستان در کابل در یک گفتگوی ویژه به تلویزیون یک میگوید که سفر رهبران سیاسی افغانستان به پاکستان در روز سقوط کابل از قبل برنامه ریزی شده بود و هیچ پیوند میان فروپاشی دولت و این سفر وجود نداشت. یک هیئت بزرگ از مقام های سیاسی افغانستان قرار بود در ماه جولای به پاکستان سفر کند، اما این کار در ماه جولای صورت نگرفت. این سفر برای 15 تا 17 اگوست ترتیب شده بود، اما این تاریخ با ورود طالبان به کابل همراه شد. در غیر آن این سفر از قبل هماهنگی شده بود. منصور احمد خان میگوید که گفتگوهای جدی در پیوند به صلح افغانستان حدود 3 سال پیش آغاز شده بود و پیش از تاریخ خروج نیروهای آمریکایی و ناتو باید افغانها به یک توافق سیاسی میرسیدند. او تأکید دارد که افغانستان حالا به یک فرصت تاریخی برای پایان 14 جنگ و ناامنی دست یافته است. زمانی که در فوریه سال 2020 توافق سیاسی میان آمریکا و طالبان به امضا رسید و اول می به عنوان تاریخ خروج نیروهای آمریکایی و ناتو مشخص شد، بسیار مهم و حیاتی بود که افغانها باید می‌فهمیدند و به نحوی به یک توافق سیاسی می‌رسیدند تا زمینه برای انتقال قدرت فراهم می‌شد، که متاسفانه این چیز اتفاق نیفتاد و بالاخره 15 اگوست 2021 اتفاق افتاد. سفیر پاکستان در کابل تاکید دارد که گروه های حراس افغان به شمول داعش که در افغانستان فعالیت دارد یک تهدید جدی برای ثبات و امنیت منطقه و جهان است. منصور احمد خان میگوید که دولت افغانستان برای مبارزه با این گروه ها باید با جامعه جهانی در تعامل باشد. داعش به عنوان یک تهدید عمده برای صلح و ثبات در افغانستان است. شما دیدید که داعش برخی حمله های جدی را انجام داد. حمله در نزدیکی فرودگاه کابل، جلال آباد، حمله در مسجدها، قندهار و قندوز، آنها نه تنها که یک تهدید برای افغانستان باقی مانده است، بلکه یک تهدید برای صلح در منطقه و جامعه بین المللی است. اما امارت اسلامی افغانستان پیوسته گفته که از خاک افغانستان به جهان هیچ تهدید متوجه نیست و امارت اسلامی توانایی مهار تهدید داعش را دارد. در حالی که سال تحصیلی به پایان خود نزدیک می شود، اما هنوز هم روند آموزش دختران دانش آموز بالای صنف ششم در برخی ولایت ها و دانشجویان دانشگاه های دولتی آغاز نشده است. در این میان برخی دانشجویان میگویند ادامه این وضعیت آنان را ناامید ساخته. در سوی دیگر برخی فعالان حقوق زن انتظار دارند تا سران جی بی اس برای آغاز روند آموزشی به دختران افغانستان تلاش کنند. هرچند در تازه ترین مورد نتوانستیم دیدگاه امارت اسلامی را در این مورد داشته باشیم، اما پیش از این امارت اسلامی پیوسته تاکید کرده که حق کار و آموزش برای بانوان دختران در چارچوب شریعت اسلامی تأمین خواهد شد. اسدالله حکیمی گزارش می‌دهد. 43 روز می شود که دروازه نهادهای آموزشی برای دختران دانش آموز بالای صنف ششم و دانشجویان دانشگاه های دولتی بسته است. همزمان با این سال آموزشی هم در بخش های سرسیر کشور که بخش زیاد را در بر دارد به پایان خود نزدیک می شود. رحیمه از دانشجویان دانشگاه کابل است. او میگوید وضعیت کنونی سبب ناامیدی دانشجویان شده. وضعیت فعلی واقعا ما تصورش نداشتیم، چون ما بر آینده ما امیدوار بودیم و پلان های زیاد طرح کرده بودیم و رویای زیاد داشتیم که باید با آنها میرسیدیم و وقتی که ما به این وضعیت ما حق نداریم و نمیتونیم به مکتب بریم و درس خود ادامه بدیم، واقعا یک بر ما ناامید کننده است. همزمان با این برخی فعالان حقوق زن در افغانستان به شدت نگران ادامه این وضعیتند.
آنان حراس دارند که نشود دختران در افغانستان به گونه دائم از حق آموزش محروم شوند. به حد اندازه بسیار زیاد نگران کننده است. مخصوصا نگران کننده چندین بود است. نگران کننده به خاطر از اینکه اولی که افغانستان چقدر میبازه، برای از اینکه کلان قوه امو نازنین دماغی خود دست میده، کلان قوه جسمانی خود دست میده که بارد زنا باشن، و و در این زمان مطلق پشتیبانی دنیا را دست میده. در ادامه دادخواهی های در خارج از افغانستان هم برای آغاز روند آموزش دختران دانش آموز بالای صنف ششم و دانشجویان دانشگاه های دولتی به ویژه دانشجویان دختر ادامه دارد. در ادامه این تلاش ها ملاله یوسفزی در یک پیام ویدیویی از رهبران گروه 20 که نشستی در ایتالیا دارند، خواسته تا از دولت تازه افغانستان بخواهند که برای دختران فرصت آموزش را مساعد کند. دختران در افغانستان 43 روز می شود که به مکتب نرفتن. سران گروه 20 این هفته در ایتالیا نشست دارند و ما از آنان می خواهیم تا از طالبان بخواهند که به دختران زمینه آموزش را فراهم کنند و آنان را حمایت مالی کنند. افغانستان در حال حاضر تنها کشور است که به دختران اجازه آموزش را نمی دهد. ما باید در این مورد کار بکنیم. در تازه ترین مورد نتوانستیم دیدگاه امارت اسلامی را در این راستا داشته باشیم. اما امارت اسلامی پیش از این پیوسته تأکید کرده که در نظام تازه افغانستان حق کار و آموزش برای بانوان و دختران در چارچوب شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان رعایت خواهد شد. همچنان امارت اسلامی گفته که روی تدوین کارشوی تازه برای آغاز روند آموزش برای دختران کار میکنند. ما از امارت اسلامی خواهان هستیم که در سراسر کشور ما مکاتب دخترانه دوباره باز شود و خواهرای ما بتونه درسشان ادامه بده و به خاطر آیندهشان تلاش بکنند. در حال حاضر روند آموزش برای دانش آموزان دختر تا صنف ششم به گونه عادی در سراسر کشور ادامه دارد. در برخی ولایت ها هم گزارش می شود که دختران دانش آموز بالای صنف ششم نیز به مکتب می روند. دانش آموزان پسر به گونه کامل به مکتب می روند، اما دروازه دانشگاه های دولتی برای همه دانشجویان بسته است. در این کش و قوس برخی دانشگاه های خصوصی به گونه عادی با رعایت کارشوی وزارت تحصیلات عالی فعالیت می کنند. مقام های امارت اسلامی و مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری چالش ها و فرصت های اقتصادی را پس از تحول پسین در افغانستان بررسی کردند. در این نشست اتاق تجارت و سرمایه گذاری اعلام کرد که به دلیل تحول های پسین بیشتر از 50% کارخانه ها فعالیت ندارند. مقام های امارت اسلامی در این نشست تعهد کردند که برای حل چالش های بازرگانان تلاش بیشتر می کنند. بازرگانان هم از مردم انتظار دارند تا با استفاده از تولیدات داخلی اقتصاد کشور را پشتیبانی کنند. نوید صمدی گزارش می‌دهد. تحول‌های پسین کمر اقتصاد افغانستان را شکست. پس از آنکه آمریکا میلیاردها دلار از ذخایرهای ارزی افغانستان را مسدود کرد، و چالش‌های اقتصادی افغانستان بیشتر افزوده شد. حالا مقام‌های امارت اسلامی، مسئولان اتاق‌های بازرگانی و صنعت و بازرگانان زیر یک چتر گرد آمدند تا فرصت‌ها و چالش‌های بازرگانی در افغانستان را در پی تحول پسین بررسی کنند. در این نشست، بسته شدن بیشتر از 50% کارخانه‌های افغانستان در پی تحول پسین همچون یک نگرانی جدی مطرح می‌شود. بخشی از دلیل‌های بسته شدن هم نبود برق، مزدود بودن پول‌های افغانستان، چالش‌های بانکی عنوان می‌شود. بر بنیاد آمارها، افغانستان 5000 کارخانه تولیدی دارد. حق تجارانو باندې مژغ دي چې تللی په ترکیه کې ناستی، په دوبی کې ناستی، راسی د خپل وطن ته وطن تاسو ته ضرورت لري او تاسو د دې وطن په پیسو باندې تللی. هر شی چې موږ پیدا کړی د دې وطن خلکو په تاسو باندې اعتماد کړی دی. کوم موټران راوستل دي، کوم راخت راوستل دي، کوم قراردادونه کړی دي، د دې وطن په پیسو تاسو ته راسی، د دې وطن په اقتصاد کې زموږ سره برخه واخی. موږ ته دلته سوال پیدا کیږي چې ولې په دې صنعت په بخش کې کومک نه دی کړی. ځکه چې دی پویدل چې بیا افغانستان په خپلو پښو روانیږي، بیا افغانستان به خپل هر څه لري، بیا به افغانستان خپل تولیدات لري. مقام های امارت اسلامی در این نشست تأکید می کند که برای حل چالش های بازرگانان تلاش های بیشتر خواهند کرد. از سوی هم امارت اسلامی پشتیبانی همه جانبه خود را از بازرگانان در این نشست اعلام کرد. مهراخ ده توجه ده رهبری پو تجارت و صنعت بندسته. ده تاست اطمینان در کمسی
ټول متوجه دي ته د ستاسو ته سہولتونه ایجاد سي او فرصتونه استفاده وسي چالش لکه مخکې سي محترم انجینر صاحب او مومن صاحب ویل سي چالش باید په فرصت بدل کو. دا درته وایم چې په شپه ورځ مزه خدمت ته حاضر یم. د شپې ټلیفون راته وکړه چې زما په صنعت کې دا مشکل دی، په تا حل کیږي په فضل د الله. دا زه د خپل خدای رضا پکښې لټوم او په دې کې عزت دی، په دې کې لذت دی. از سوی هم بازرگانان در ادامه نشست از مردم میخواهند برای تقویت اقتصاد کشور از تولیدهای داخلی استفاده کنند. کوشش کنیم که از محصولات داخلی خود استفاده کنیم که باعث رشد اقتصاد صرف بیشتر بارش وارد نمیشه و میتونه با قیمت نازل‌تر بازار عرضه کنه و در کنار از این با نسبت به سایر تولیدات خارجی خیلی با کیفیت هم. با این همه تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند که بخش مهم چالش‌های اقتصادی افغانستان با مسدود بودن میلیاردها دلار از ذخایرهای ارزی افغانستان از سوی آمریکا بستگی دارد. به باور آنان تا پشتوانه‌های مالی افغانستان از سوی آمریکا آزاد نشود، حل چالش‌های بازرگانی در افغانستان دشوار خواهد بود. آل همچنان خبر کوتاه از جهان. ثبت موردهای تازه کرونا در روسیه بار دیگر رکورد زده است. در شبانه روز پسین بیش از 40,000 مورد تازه ویروس کرونا در این کشور به ثبت رسیده است. در شبانه روز پسین بیش از 1,000 نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 در این کشور جان باختند. قرار است در هفته آینده اکثر کاروبار در این کشور تعطیل شود. دولت روسیه امیدوار است تا با تعطیلی اکثر کاروبار در این کشور در یک هفته آینده بتواند با شیوع بیماری کووید 19 مقابله کند. ایران میگوید حمله سایبری اخیر به سامانه توزیع سوخت به طور قطع از سوی آمریکایی ها و اسرائیلی ها انجام شده است. رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران گفته که بر اساس اطلاعات این حمله از طرف یک کشور خارجی و آمریکایی ها و صهیونیست ها انجام شده است. وی گفت که سامانه توزیع سوخت در حمله مشابه حملات سایبری بر راه آهن و بندر شهید رجایی مورد هدف قرار گرفته است. در جریان حمله سایبری اخیر به سامانه توزیع سوخت در ایران بر روی برخی تابلوهای الکترونیکی عبارت خامنه ای بنزین ماکو نقش بسته بود. ده ها جهانگرد روس در یکی از هتل های مصر مسموم شدند. رسانه های روسیه گزارش داده که 40 جهانگرد این کشور در یکی از هتل های شهر غردقه مصر در کنار دریای سرخ مسموم شدند. حدود 40 نفر از این گردشگران به بیمارستان منتقل شدند که اکثر آنها کودک هستند. شهر غردقه از مراکز مهم جهانگردی مصر در ساحل دریای سرخ به شمار می رود. در مهمترین های ورزش هم تیم ملی کرکت افغانستان در سومین دیدار رسمی خود در رقابت های جام جهانی 20 تاوره کرکت نامیبیا را شکست داد. نخست بازی را افغانستان در بخش توپزنی آغاز کرد و 161 دوش را برای نامیبیا هدف گذاشت. در برابر نامیبیا در 20 تاوره را با از دست دادن 9 بازیکن تنها 98 دوش به دست آورد و این بازی را به افغانستان واگذار کرد. پیشتر افغانستان یک پیروزی برابر اسکاتلند و یک شکست برابر پاکستان به دست آورده است. قرار است به ابرهای آبی کشور چهارشنبه همین هفته در چهارمین دیدارشان برابر هند به میدان بروند. در ادامه مهمترین های ورزش امروز هم از ریکورد های تازه فهیم انوری ملی پوش شنای افغانستان در رقابت های جهانی. اعلام فهرست ردبندی ورزشکاران پاراتکواندو. خداحافظی اصغر افغان کاپیتان پیشین تیم ملی کرکت افغانستان از حضور در تیم ملی. اصغر 16 سال عضویت تیم ملی کرکت افغانستان را داشت. نخستین بار در سال 2010 در رقابت‌های جام جهانی 20 تاوره برای به ابرهای آبی کشور به زمین رفت. حال این چهره ناماشنای کرکت افغانستان با 33 سال عمر امروز آخرین بازیش را برابر نامیبیا به نمایش گذاشت. 31 دوش هم برای افغانستان به دست آورد. همچنان از رقابت‌های فوتبال در لالیگا اسپانیا، لیگ برتر فوتبال انگلستان و بوندسلیگای آلمان هم خواهیم گفت. بیشتر در این بسته تصویری. فهیم انوری ملی پوش شنای افغانستان در رقابت‌های جهانی این رشته رکورد‌های تازه برای افغانستان ثبت کرد.
فهیم صدمتر پروانه را در 1 دقیقه و 5 ثانیه و 15 صدم ثانیه پیمود. در 50 متر هم رکورد حمید رحیمی دیگر میله پوش شیرای کشور را تقویت کرد و این فاصله را در 31 ثانیه و 46 صدم ثانیه طی کرد. در 50 متر پروانه هم 28 ثانیه و 52 صدم ثانیه را به نام افغانستان ثبت کرد. رقابت های جهانی شنا با حضور 230 شناگر از 37 کشور جهان به میزبانی روسیه برگزار شده بود که به نمایندگی از افغانستان فهیم انوری میله پوش شنای کشور حضور داشت. علی سجاد همروز میله پوش پاراتکواندوی کشور در فهرست 10 تکواندوکار برتر جهان قرار گرفت. در تازه ترین رده بندی تکواندوکاران پاراتکواندو، این میله پوش کشور رده 9 جهان را در اختیار گرفته است. سجاد چند پیش برنز را از رقابت های قهرمانی آسیا به دست آورده بود. اصغر افغان آخرین بازی ملی خود را در برابر تیم نامیبیا در بازی امروز انجام داد و با تیم ملی کرکت افغانستان وداع کرد. تیم ملی کرکت افغانستان با کاپیتانی اصغر عضویت دائمی شورای جهانی کرکت و نیز در فهرست 10 تیم برتر جهان در این مدت قرار گرفت. نن دا پریکړه ډیر مشکله ده، خو ان شاء الله موږ کوشش کوو همیش د افغانستان د کرکټ لپاره چې د افغانستان د کرکټ پرمختګ لپاره اوسنی ځوانانو ته ډیر زیات او بهترین فرصت دی. موږ چې کله کرکټ شروع کړ نو وسایل او نه فیسیلیټي او نه میدانونه هیڅ شی هم نه، نو ماشاءالله د اوسنی ځوانانو لپاره هر څه ډیر تیر دی. اصغر افغان در آخرین بازی ملی خود برابر نامیبیا 31 دوش برای افغانستان به دست آورد و با استقبال ملی پوشان کشور و تماشاچیان حاضر در ورزشگاه با تیم ملی خداحافظی کرد. هفته 12 رقابت های فوتبال لالیگا اسپانیا شب گذشته با برگزاری 4 بازی پیگیری شد. در مهمترین بازی این هفته ریال مادرید بیرون از خانه 2-1 الچه را شکست داد. وینسیوس هر دو گل کهکشانی های مادرید را در این بازی به ثمر رساند. در دیگر بازی اما بارسلونا برابر تیم رده 16 جدول متوقف شد. آبی و اناری ها در نیوکم به مسافه آلافز به میدان رفت که دو تیم در پایان با برابری 1-1 برابر هم رضایت دادند. با این تساوی بارسلونا 16 امتیازی در رده 9 جدول قرار دارد. ریال مادرید با 24 امتیاز صدرنشین این لیگ است. رقابت های هفته 10 فوتبال لیگ برتر انگلستان شب گذشته با برگزاری 7 بازی پیگیری شد. آرسنال بیرون از خانه به مسافه لستر سیتی به میدان رفت که در پایان این بازی با پیروزی 2-0 توپچی های لندن به پایان رسید. با این تساوی آرسنال 7 امتیازی رده 6 جدول را در اختیار دارد. در سایر بازی ها لیورپول با تساوی 2-2 برابر برایتون متوقف شد. منچستر سیتی با 2 گل مغلوب کریستال پلیس شد. چلسی با 3 گل نیوکاسل را بدرقه کرد و منچستر یونایتد با 3 گل تاتنهام را شکست داد. گل های شیاطین سرخ را در این بازی رونالدو، کاوانی و راشفورد به ثمر رساندند. یاران رونالدو با این پیروزی 7 امتیازی شدند و رده 5 جدول را در اختیار دارند. چلسی با 25 امتیاز در صدر این لیگ قرار دارد. هفته 10 رقابت های فوتبال بوندسلیگا آلمان هم با 6 دیدار ادامه یافت. طلایی پوشان دورتموندی در ایدونا پارک دورتموند با 2 گل گلوگن را شکست دادند. با این پیروزی دورتموند 24 امتیازی شد و در رده دوم جدول قرار دارد. در دیگر دیدار مهم این شب هم بایرن مونیخ در یک بازی پرگل 5-2 برابر یونیون برلین به پیروزی رسید و با 25 امتیاز همچنان سرنشین این لیگ است. لواندوفسکی، سانی، کومان و مولر 5 گل مونیخ ها را در این بازی به ثمر رساندند. آل هم از وضعیت آب و هوای امروز کابل و چند شهر بزرگ افغانستان و همچنان نرخ ارزها در بازار امروز کابل بدانید. ممنون که بیننده مهمترین ها از یک بودید. وقتتان خوش. خدا نگهدار.